خب حالا با همه این چیزایی که گفته بالاخره چجوری بخوریم بخوریم نخوریم چی کار بکنیم؟ یادتونه در مورد دوپامین صحبت کردیم، گفتیم که یه سری دراگایی هستن که دوپامین رو میبرن بالا برای کسایی که دیر اومدن. گفتم دوپامین یه هورمونیه که تو مغز ترشح میشه، هورمونیه که پلیژر براتون میاره، خوشحالی میاره، هپینس میاره، که خیلی آدما دنبال اون های بودنه، به خاطر اون های بودنه میرن سراغ دراگ، مواد مخدر یا شوگر نشاسته، اون حالت های بودن رو میده به آدم. میتونید از چیزای از خوراکی های دیگه استفاده کنید، این خوراکی ها فیش، تخم مرغ، لبو، سیب، کیل، اورگانو اویل و موز. موز موزی که رسیده است، موز رسیده که میگه خرابه میندازین دور، همون موز را نه موز سبزا. اینا میوه هایی هستن که خیلی هلتی هستن، خیلی سالم هستن، دقیقا همون تأثیر رو روی برینتون میذارن، همون حالت های بودن و خوشحالی رو بهتون میدن. لبو چه آبش رو بگیرید وقتی خامه یا پخته، خیلی لبو خیلی چیز خوبیه. شکر توت فرنگی قبلش خانم ستاره گفتن بدن شما و مغز شما با قند کار کنه، در حقیقت مغزتون قند و احتیاج داره که بتونه کار بکنه، با قند کار میکنه، با شکر کار نمیکنه، با قند طبیعی کار میکنه. در نتیجه شما با قندی رو که از میوه ها میگیرین کافیه و مهمه و بعد یک نوع سری نشاسته ها رو بدن تبدیل میکنه به قند، کربوهیدرات ها تو بدن تبدیل میشه به قند و تبدیل میشه به انرژی. در نتیجه اونها رو اگر شما تنظیم بکنین کارتون رو انجام میده تا اینه که بخواییم پروسس شوگر بکنیم. توت فرنگی، بلوبری، بلوبری خیلی خوبه، چای سبز خیلی خواص داره، همون تاثیر دوپامین رو میذاره. اربای من همتون اربایی که نوشتم گینکو میتونید برید، یه گیاهی مثل حالت برگای اینطوری چسبیده بغل هم داره، چسبیده به هم داره، چایشو میتونید بگیرید استفاده بکنید. چاکلت، دارک چاکلت، میلک چاکلت و وایت چاکلت و اینا نه، دارک چاکلت 70 به بالا همون تاثیر رو براتون میذاره. زردچوبه، خوشبختانه ما ایرانی ها همیشه تو غذامون زردچوبه میذاریم، خیلی خوبه. زردچوبه باعث میشه که یه چیز دیگه ای که داره زردچوبه اینه که اینفلمیشن بدن رو میگیره، که اینفلمیشن روی ایمیون سیستم و روی دیپرشن تاثیر میذاره، اینه که زردچوبه از اون چیزای خیلی خوبه. و زیره هم از اون خیلی خوبه. و اگزرسایز، دیدید وقتی که ورزش میکنید، وقتی تحرک دارید، اون حالت های بودنه براتون میاد. اگزرسایز خیلی مهمه. یکی از موارد مایندفول ایتینگ رو گفتید تقریبا تو تمام مدت هم یه مقدار راجع به صحبت کردید. مایندفول یعنی چی؟ یعنی اینه که شما حضور داشته باشین به اتفاقی که داره براتون میفته، حضور داشته باشین در حال حاضر، غذایی که میخورین، ماده‌ای که تو دهنتون میره، کاری که حرکتی که انجام میدید. مایندفولنس کانسپت از مدیتیشن چه کار میکنه؟ شما ابزرور میشین، این خودتون رو نگاه میکنین به اتفاقی که داره براتون میفته. چند نفر هستن الان تجربه کردین که مثلا واقعا میگیرین میشین هر بایتی که میخورین رو تجربه میکنین، میجوین، لذت میبرین از هر گونش؟ خیلی کم اتفاق میفته که ما در روز این کار بکنیم. درسته خیلی موقع ها mindlessly ما داریم غذا میخوریم، فقط یه چیزیه که میدونیم بعد بخوریم، میکنیم توی دهنمون، بچه هم حواسمون نیست که چه اتفاق میفته. اینجا یکی از موارد mindful eating کمک میکنه یک به دانش اینه که بدن شما چه عکس‌العملی داره انجام میده، دو آیا گرسنه‌شه، آیا تشنه‌شه ولی فکر میکنه گرسنه‌شه، آیا تشویش و اضطراب داره فکر میکنه گرسنه گرسنه‌شه، و یا اینی که نه غذا رو موقعی میخوره که واقعا احتیاج داره بدنش به اون فیول و انرژی که احتیاج داره. و بعد بقیه مدل های لذت یا حوصله سر رفتن یا انترتینمنت یا هر چیزی رو سعی میکنه از چیزهای دیگه ای بگیره تا اینی که از غذا بگیره. در نتیجه تو این فضا کلمه مایندفول وقتی داریم استفاده میکنیم، از جایگاه آگاهی کامل اون لحظه به
و حضور داشتن به بدن خودتون و غذایی که دارید میخورید. من یه چیزی که خیلی میشنوم از افراد ویکند هاست که زیاد میخورن، حالا یا میرن مهمونی خودجای خود داره یا تو خونه، خونه شروع میکنن تلویزیون نگاه میکنن، یه چیزی میخورن، میرن میان، حوصله‌شون سر رفته، یه چیزی میخورن، آخر روز نگاه میکنن یه اینقدر من خوردم، هله هوله خوردم، زیاد خوردم، مثلا حالم احساس میکنم داره بد میشه. این تو ویکند این اتفاق برایشون میفته. وقتی که مایندفول باشین، حواستون هست الان من دارم یه چیزی رو میرم از یخچال برمیدارم، اگه دارم بستنی رو یا شیرینی رو برمیدارم میخورم، برای چی دارم میرم میخورم؟ اگه اون لحظه بتونید این جواب رو به خودتون بدید، خیلی وقتا میتونید کنترل کنید. من دارم میرم میخورم برای که حوصله‌ام سر رفته یا استراب و انگزایتی دارم میرم اینو بخورم که آرومم بکنه، ایموشنال اتچ هم به فود، یا اینکه برای چی اصلا دارم میرم میخورم. حالا اگه الان نخورمش چه اتفاقی میفته؟ الان نخورم بذارم باشه، حالا نیم ساعت بعد در موردش فکر بکنم. نمیدونم تا چه حد میتونید این کار بکنید، ولی اگه شروع کنید یواش یواش ببینید میشه جزو لایف استایلتون. خیلی از آدم‌ها لایف استایلشون مایندفول ایتینگ، یعنی حواسشون هست اگه الان اینو خوردن بعدش یه چیز دیگر رو رعایت میکنن میخورن. خیلی از آدم‌ها این کار رو نمیکنن، بعد مجبورن رژیم بگیرن، وقتی هم رژیم میگیرن خسته میشن به خاطر اینکه خیلی چیزا رو نباید بخورن، بعد رژیم میگیرن یه مدت لاغر میشن، بعد دوباره برمیگردن سر جای اولشون دوباره، یعنی مثل یویو و هم کلافه میشن، خسته میشن. آخه سخته، از تو چکر من سخته. من هیچ وقت رژیم نگرفتم تو بیان سویتی، ولی چند وقت پیش تصمیم گرفتم که چند پوند لاغر شد، بر خودم گفتم اوکی میرم یه دایتی پیدا میکنم که یه دایت راحت هم باشه. دو روز دایت را انجام دارم، خدا من اینو نخورم، اونو نخورم، اونو نخورم، هلش کردم، دایت را انجام نمیدم. ولی همیشه من خودم تفاوتی که میبینم با آدم های دیگه اینه که من همیشه مایندفول خوردم و وقتی که یه چیزو دارم میخورم، اینتنشن من اینه که من برای حفظ بدنمه، برای حفظ سلامتمه که دارم این میخورم. وقتی اینتنشنتونو میذارید روی اون مسئله که این برای سلامت بدن منه، اون وقت اگر که چلو کباب نخورید هیچ اتفاقی تو زندگیتون نیست. اگه میرید مهمونی میز دسر از اینجا به اونجاست، اگر یه تیکه کوچیک یه چیزی رو بردارید از بقیه نخورین، هیچ اتفاقی نمیفته تو زندگی، نمیفته، نه هیچ نمیشه، بعد خود پشیمون میشیم. چرا خوردی؟ یکی از دلایلی که صحبت اصلا نیست اینا شد به خاطر این بودش که ما تعلیقی که خودمون رو وصل کردیم به غذا فقط تو قسمت لذتش رو داریم و صحبت این بودش که این طرف قضیه رو هم ببینید و اگر آگاه نباشید که چطوری غذاهایی که میخورید داره حالتون رو بد میکنه، حال نه فقط به نظری که حالا مثلا ترش کردم یا چون دارم مثلا حالت معدم بد شده، بلکه روحیه شما هم داره تاثیر گذاشته میشه وقتی که اون هستش. مثلا خیلی اشخاص هستن که mind altering substance مثل مشروب، مثل سیگار، همه اونها هم اگر نگاه بکنیم جزء چیزهای مادههایی که بخشا ما داریم توی بدنمون می‌ریزیم. مشروب لیوان اولش خوشمزه است و اون شخص رو بالا میاره به طرف بالا، از لیوان دوم به بعد ایتس دیپرسنت، فوری دیپرسنت رو می‌کنه. یعنی اگر کسی هستش که مکررن داره استفاده میکنه، خب میره تو دیپرشن. کسایی که مثلا شراب فکر می‌کنن خوبه، شراب وقتی هر شب داره استفاده میشه، تمام استادیایی که کردن روی مردان سفید پوست با شراب قرمز و مقدار کم، یعنی شرابی رو که امتحان کردن انگشتونه بود، نه یه بطری شراب قرمز هر شب خوردن. برای خانوما خیلی بده، یعنی استادیایی که کردن همین استادی همونقدر شراب قرمز برای خانوما it was devastating، یعنی خیلی خیلی مخرب بود. و در نتیجه اینا میگم یه دفعه مثلا توی اخبار میگن همه تون به خاطر اینکه قرمز مثلا شرابی انگور قرمز عالیه، مثلا توی پاریس گفتن فرانسه این استادیو انجام دادن هر شب شراب بخور، و بعد ما شروع میکنیم هر شب یه بطری شراب قرمز بخوریم و
بعد حضور نداریم به بدنمون که حالا نه اینکه نه تنها داغمون خم میشیم بلکه بدنمون داره دیپرس میشه هر روزی که داریم میاد بدتر و بدتر داره میشه و حضور پیدا نمی کنیم به اون مسئله. دلیل این صحبت کردن راجع به این اینه که چون قسمت روانشناسی رو داریم نگاه میکنیم اینه که خیلی از موارد روحیه و روان شما رفت پیدا میکنه به بدنتون و غذا خوردنتون. همه فقط اسوسییشنشون به اینه که همین چاق شدم، حالا مثلا ناراحتم چون قیافم خوب نیست یا باید لاغر بشم یا شیک دیگه نیستم. تو چاق و لاغری، حتی اگر مسئله روحی ما صحبت میکردیم، همیشه تو چاق و لاغری آدم ها دارن فکرشو میکنن، نه اینی که عملا اون چیزی رو که شما میخورید میتونه که دیپرستون بکنه، عصبیتون بکنه و یا انگزایتی براتون به وجود بیاره. این مسئله مهمیه که حضور پیدا کنید برای خودتون. چه نوع غذایی برای شما این کار انجام میده؟ میونی که الان تو من یه چیزی اضافه کنم، یادم رفت بهتون میگم، تو لیست غذایی که براتون آوردم که گفتم دوپامین و بدنتون رو ببره بالا، یادتون باشه زیاده از حد خوردن اون غذاها هم باز باعث میشه که همون حالت های بودن بهتون دست بده، باز دوباره اونم هلتی نیست. من خودم آدمیم که اگه دارک چاکلت بخورم تپش قلب میگیرم، شیکی میشم، یعنی میدونم به من نمیسازه، برای اینکه یه دفعه شوت میکنی هورمونو میبره بالا. اینه که همونطور که ایشون گفتن باید به بدنتون نگاه کنید، ببینید هر چیزی که میخورید چه تأثیری رو بدنتون داره. حرفی که میزدی بین تفاوتش بین دایت و اینه که مایندفول ایتینگ اینه که برای دایت گرفتن شما احتیاج دارین که خودتون کنترل کنید و قرار داشته باشید. برای مایندفول ایتینگ تراست باید به وجود بیاره. زمانهایی که من خیلی شروع میکنم حضور دارم، حتی رستوران هم که میرم یه جوری نگاه شروع میکنم نگاه کردن، انگار با هر کدوم از این کلماتی که نوشته شده توی منیو ارتباط برقرار میکنم. این برای من خوبه، یعنی الان میخوام، بعد گوش میدم به بدن خودم که میگه آره یا نه، و اون روز توی اون منیو چیزی رو انتخاب میکنم که بدن من میگه آره من الان میخوام. مثلا بعضی موقع دیدیم مثلا دیهایدریتد هم بیشتر سالاد میخوام، چیزی میخوام که آب باشه. بدنتون باهاتون حرف میزنه اگر که شروع کنیم چیز کردن. Mindful eating trust بین شما و بدنتون. دایت رو برای لاغر شدن انجام میدیم، واسه همینم هی یویو میشه، هی چاق میشه، لاغر میشه. در که mindful eating رو کاری که دارین انجام میدین به خاطر اینکه برای سلامتتون دارین نگاه میکنین، یک مدل سیستم غذا خوردنیه که همیشه سالیان سال اتفاق میفته. فقط تفاوت بنده و ایشون توی همه 10 سالی که همدیگه رو میشناسیم، من یه بادکنک چاق شدم، لاغر شدم، چاق شدم، لاغر شدم، ایشون بچه‌ام زایید همینقدر تفاوت همین. دقیقاً یعنی نمونه ما دو نفره که نگاه بکنی نمیدید 10 پوند چاق و لاغر شدن من با این 10 پوند دیگه همینجوری مونده. به خاطر همین دست چپ من کار دست من. ببخشید الان خیلی جاها میتونیم که مثلا مواد غذایی بر اساس گروه خونی، خب ببینم این چقدر واقعا میتونه واقعا ثابت شده باشه. من جوابی ندارم برای چقدر ثابت شدهش، میتونم برم یه ذره تحقیق کنم براتون بیام بگم، ولی اونو منم شنیدم که میگن خیلی بحث روی اینه که مثلا ببینید هر آدمی یه سیستم متابولیزمی داره، یه سیستم سوخت و ساز داره، یه سیستم بدنی داره که هیچ دو نفر آدمی شبیه هم نیستن. اگه من یه چیزی میخورم رو بدن من یه جوری تاثیر داره، جوری که ایشون داره میخوره یه جوری دیگه تاثیر داره. بعد ایموشنای من، هورمونای من، خوابیدنای من، جوری که من میخوابم، همه چی، لایف استایل من، چقدر فعالم، چقدر ورزش میکنم، همه اینا تاثیر داره. نمیشه خیلی محدودش کرد به اینی که به نظر من که تو این استایل توه، فقط 4-5 تا استایل بیشتر نیست و فقط این جوریه که باید بخوریم. من خیلی در موردش اطلاعات ندارم، تحقیقات هم نه من الان برای چیزی که شما میگین میگم که این میتونه چقدر موثر باشه که جدیدن زرر نداره، زرر نداره. من بیشتر چند کتاب رو ندیدم این باشه و اونقدر استادی روی اون نشده است. الان یه مقداری هست که الان دکترها بر اساس گروه خونی مثلا دارن رژیم غذایی میتن. بله میگم ضرر نداره. ولی من چیزی رو که من متوجه شدم فقط مسئله اگه تست خونشون طرفو میگیرن فقط مسئله گروه خون نیست. چون من یادمه که یک جایی بودش که من فرستادم 14 پنل تست خون دادم فرستادم،
و بعد نسبت به خون من، نه گروه خونی من فقط، نسبت اون چیزی رو که انزایمایی که توی خون من بود مثلا برای من خیلی شوق‌آور بود که سمن و تخم مرغ مثلا برای من خوب نیست، من هیچ وقت نمی‌تونم سمن رو تمام می‌خوردم و فکر کردم که ولی به نظر میومد این دو تا برای من خوب، مثلا لیست داده بود که اینا برای برای خون تو، قبلا اضافه گروه خونی برای خون تو خوبه و اینا خوب. حالا ممکنه سه سال بعد من دوباره اون خون رو میدادم نسبت به خون من اون زمان دوباره یه چیزایی دیگه به وجود اومد. مشخصا وقتی دارن با بدن شما کار میکنن و با انزایمای شما کار میکنن خیلی بیشتر کاستوم میده و مشخص میکنه تا یه چیزی که همینطوری هست. بعد یکی از چیزایی که تفاوت دایت با مایندفول ایتینگ همینه که مثلا دایت بیرون به شما میگه اینو صبح بخور، اینو زور بخور، این کارو بکن، در حالی که مایندفول ایتینگ به شما و بدنتون مشخص میکنه که الان وقت چی هست، چی باید بخورم و چی نباید بخورم. اینجوری که سیکلش رو نوشته اینه که اول از خودتون بپرسین چرا دارم غذا میخورم، کی این غذا رو باید بخورم که به بدن من، مثلا برام خیلی مهمه چون حتما باید صبحونه بخورم. من دو سه نفر میشناسم که صبحونه نمیتونن، یعنی دهن بسته است، معده جمعه و نمیخواد، یعنی بدن شما میگه نمیخوام بخورم، بلم کن. حالا من مثلا به زور به خاطر اینکه فلان دایت برگشته گفته من باید حتما مثلا غذا بخورم، دل درد میگرفت، نفس میکرد، هزار تو بغل سرش، چون بدنش اون سیستم رو نداشت. بعد که اومد شروع به بدنش احترام گذاشت به اون سیگنالایی که بدنش داشت میداد، خب صبحونه رو نمیتونه نداشت بخوره. به تقریبا بدنش تقریبا ساعت 10:11 تازه داشت بهش میگفتش که من غذا احتیاج دارم. اونجا شروع میکرد با بدنش کار کرد. چی قرار بخوری؟ در نتیجه باز نگاه کردنی که هر زمانی چون میوه خوبه، ممکنه میوه خوب باشه صبح برای بدن شما، ولی برای بدن شما شب خوب نباشه. بعد بدنتون نشون میده. نفخ میکنه، نمیدونم زیر چشماتون گود میفته، نشون میده که مثلا من الان وقت میوه خوردنم نیست. چون مثلا قند بدنم رو صبح که انرژی دارم خیلی بیشتر داره میسوزه. اینا بعضیا هستن که نه، مثلا شب میشینن حسابی هندونه میخورن که پر از قنده، خیلی هم براشون خوبه. شما باید دقت بکنید که چی میخورید، کی میخورید برای بدنتون. How چطوری این غذا رو داریم میخوریم؟ آیا با عجله داریم میخوریم؟ آیا در لذت میبریم؟ قاعدتا اگر هر کدوم از این بایت هایی که میخورین رو تعمق بکنین، لذت ببرین، بجوین، مقدار اون غذایی که میخورین کمتر خواهد شد، چون you're satisfied با اون چیزی که داریم میخورین، نه اینکه حضور ندارین، نه مثلا یادتون نیست که چند تا لقمه خوردین تا حالا. هاماچش هم همون where، آیا در یک فضایی دیدیم ما که وای وای ساده غذا میخوریم، راه میریم و میخوریم، تو ماشین غذا میخوریم، موقع رانندگی تو ماشین غذا میخوریم، و به خاطر همین اون باز مولتی‌تاسکی که داری انجام میدی اجازه نمیده که سیستمت سیگنالاش درست باشه که کی کافیه، چه زمانی باید بخوری و چه کار باید بکنی و لذت بخشی. اون وقتی که میخوایم غذا رو با لذت بخوریم، لذتش رو اینجوری باز داریم از بین میبریم. به خاطر همین اگر اینها رو حضور داشته باشین قاعدتا گوش میدین بدنتون. پیچ بکنم الان یه مقدار اون یه دونه سی دی هستش، استدی که پنوس سی دی اسمش هست، Wisdom of the Body. یکی از دلایلی که اون شروع شد به خاطر این کانورسیشن بودش که من تو تمرین چند سال با کلاینتام داشتم و خودم خیلی بالا پایین با غذا و بدنم و چاخ و لاغر شدن داشتم. این شروع شد به خاطر اینکه مثل مدیتیشنی میمونه که شما رو کانکت میکنه، وصل میکنه به بدنتون، انگار تو فضا میشین و با بدنت صحبت میکنی. اینه که شروع میکنم مثلا هر روز صبح که خودم گوش میدارم یا چرا کسایی که گوش میدن، تو مدتی که اینو هر روز صبح شما دارین گوش میدین حضور پیدا میکنین، یعنی تمام روز حضور دارین به قسمت های مختلف بدنتون، انگار باش حرف میزنین و بدنتون هم شروع میکنه بهتون سیگنال دادن که چی احتیاج داره، چه نوع غذایی رو موقع احتیاج داره. معمولا اگر رابطه شما و بدنتون یکسان باشه و رابطه مستقیم داشته باشین، خطری که به وجود میارید کمتر و کمتر. سر ساعت 8 تموم کرد. راجع به قهوه چطور؟ من تنها چیزی که بهش اعتیاد غذایی دارم قهوه است، دو بار صبح یه بار بعد از ظهر 100%. استادیایی که راجع به قهوه اومده یک کاپ، البته کاپی رو که باز توی استادی استفاده میکنن آره اونجوری نیست، اندازه کاپای اسپرسو انقدر قهوه. تمرکز میاره، افسردگی رو از بین میبره و
تحر و شادی میاره. این ستا رو توش به وجود دیدن. ولی از اونجا به بعد نسبت به بدن آدم ها مثل محرک کار میکنه دیگه، هارت پالپیتیشن رو بالا میبره و میتونه که اجیتیت کنه. شما بدن خودت نگاه کن. مثلا من یه زمانی بودش که توی سنی چه سن خودت یا حتی کمتر من راحت میتونستم 7-8 تا قهوه در روز بخورم، ولی دیگه نتونستم. یعنی هارت پالپیتیشن خیلی قوی و انگزایتی اتک میگرفتم از قهوه. ولی جالب بودش مثلا چون تبدیل یه دونه صبح بخورم و تبدیلش بکنم به چایی، با اینکه کافئین چای زیادتر از حتی ممکنه قهوه هم باشه رو چایی که میخوام، ولی همون افکت رو نداره، هارت پالپیتیشن رو نداره، کافئین رو به من میده ببینم. اگر بدنت هنوز تحملش رو داره و میتونه، خب داره و میتونه، ولی این استادی اینو بود. قهوه رو با شیر بخوریم بهتره یا فرق نمی کنه، بستگی به بدن شما فقط هر کاری اینو شکری که توش میریزید حواستون باشه. بستگی داره، اگر مثلا لکتوز تولرنت نیستین، اینتولرنت نیستین، مشکلی باهاش نداریم با شیر، استادی نیومده که این دوتا رو با هم نشون بده یا بگه مصرده. البته ببخشید در صحبت قهوه، مثلا این کسایی که ADHD دارن تأثیری که قهوه رو بدنشون میذاره با کسایی که ADHD ندارن خیلی فرق میکنه. اینه که چون برمیگرده همه به همون هورمونایی که یه اشاره کوچیکی در موردش کردیم، اینه که ممکنه اونا خیلی بهتر بتونن چند تا کاپ کافی رو در روز تولریت کنن. ببخشید این شاید بگویم موجود زیاده باشه، من میخواستم من روزه رو استادی ندیدم راجبش، مطمئنا توی شاید توی چیزهای اسلامی راجبش باشه، من نخوندم. ولی چون فستینگ میدونم، یعنی ولی چون کلمه روزه رو داریم میگیم، اصلا من استادی ندیدم که راجب روزه 30 روزه یا 29 روزه صحبت بکنه. ولی فستینگ رو که مثلا تو حالا توی بودیزم و اونجور چیزها نگاه کردن توی فستینگ، تنها چیزی که راجع بهش صحبت میکنن اینکه گهگداری شما این کار رو دارین انجام میدین به خاطر اینکه تمیز بکنه. بله، ولی معمولا تمیز شدن ها اینی که اینجوری برات میگم، اینی که من صبح ناشتا بلند شدم کله پاچه بخورم و نمیدونم سر شیر بخورم و اینا رو بخورم، بعد یک دفعه مثلا نه آب بخورم، هیچی نخورم برای میدونی 14 ساعت، بعد بگیرم بشینم دوباره اینقدر بخورم و من نمیدونم چقدر برای بدن سالمه. ولی اون فستینگی که روش صحبت کردن این مدل نیست. یعنی شما قراره که برای 24 ساعت تا بیشتر اتفاقا مایعات میخوریم که هی تمیز بکنه بدن رو و از باکتری و هر چیزی که هست تمیز بکنه اونا رو و بتونه که آروم آروم جوس، مثلا جوس میخورن که اینا رو تمیز بکنه. بدن رو نمیارن توی جایگاهی بذارن که مثلا بله حالا هر کدوم، مثلا مال مسلمان ها 12-14 ساعته، مال یهودی 24 ساعته. بیشتر حالت شاید توی اسپیریچوالیتی یا تو اون مذهب به خصوصی یه شرایطی داره، ولی ساینتیفیکلی نه همچین چیزی ثابت شده، نه به نظر میاد که مدلی که این اتفاق میفته. من دارم یه دونه خباد از من درخواست کرده بودن که صحبت بکنم، درستم شاید شباز بودش که ما داشتیم صحبت میکردیم درست قبلش. یعنی بطری های انقدر انقدر تکیلا و ودکا و غذاهای چرب و همه اینا همه داشتن میخوردن و مست میکردن و میردن میخوردن برای 24 ساعت. خب من نمیدونم چقدر این مدل تمیز شدن چه غذایی چه سپیرچوالیتی ازامه کنم. میفهمم که یه ریچوالیه که آدم ها انجام میدن چون ریچواله بعد انجام بشه، ولی الزاماً چقدر برای سلامت بدن کمک میکنه رو نمیدونم. نه فقط از نظر ساینتیفیک چون معمولاً یه صحبتی هست یه سری پزشکای اعتقاد دارن که it cleans the body، ولی من میخواستم این نظر ساینتیفیک که چنین چیزی ثابت شده که مثلا این موقع خصوص الان تابستون هستش موقعیت خیلی طولانی برای من اعتقاد ندارم ساینتیفیک هم برای 30 روز من ندیدم، من ساینتیفیک ندیدم.
من در طرف میرم روز از اینه من خودم به شخصه یک سال دور پام شکست دور دست هم شکست دکترها فقط کلسیم کردن و این تأثیر نمی کرد من از روی کتاب بوالیسینا یک رژیم برداشتم که 21 انجیر بود 21 زیتون بود دقیقا که 3 وردی دوست می خواهی 2 وردی یعنی من بهترین زمان زندگی همون 2 هفته بود فقط تنها چیزی که ذهن من رو اذیت میکرد این هوس من به غذا بود یعنی که کنترل رو هوس هم میکردم من کوه هم رفتم یعنی کلاهای خیلی زیاد توش میکردیم و بسیار سبک بسیار سبک یعنی اصلا من فکر کنم این همه غذایی که ما میکنیم فقط ذهنیه شاید اصلا بدن ما نیاز نه نیاز نه تنها چیزی اصلا بره بلکه اضافیه یکی از چیزایی که هست اینه که شما فست میکنید اون اتچمنت ایموشنال اتچمنتی که با غذا دارید اونجاست که متوجه میشید که دقیقاً من الان گشنمه گشنم نیست الان استرس دارم الان عصبی شدم غذام نیست غذام نمیتونم بخورم اونجاست که اونا رو میفهمید خب تو زمانی که اگه مغز معتاد منو نداشته باشیم با دست چپ منو بردید ببین تو زمانی که درمان نشه نه برای اینکه مثل شکنجه میمونه ولی باید درمان شه که اگر که من استرس آتم چرا باید به غذا رو بیارم به جاش برم یک چیزی رو یاد بگیرم که استرس من از یه راه دیگه ای بیاره پایین نه غذا حالت که ما هر کاری رو که ممکنن انجام بدیم حالتون عادت میشه چه قاعدتاً قرد شدنش عادت رو بین میبره مکرر انجام دادنش عادت رو براتون میشه مرسی از اینه که با ما بودیم مرسی از اون